با درود به بینندگان ارجمند تلویزیون ملی ایران، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو می آغازم و اما می رویم بر سر برنامه اصلی. مثل همیشه سرکار بانو شهلا پارسونز چندین پرسش کردم راجع به واژه ها که بسیاری از اینها خب البته میشد در کتاب واژه‌نامه پیدا کرد، منتها در اینجا نکته ای رو من بگم و اون ایست که اینهایی که لغت میپرسن وقتی من توضیح میدم، اون توضیح هایی که من میدم و اون روشنگری هایی که میکنم در کتاب های لغت دیگه نیست. کتاب لغت واژه‌نامه است، در حالی که کاری که ما در اینجا میکنیم فیلولوژیه، یعنی ما ریشه یابی برخی از واژه ها رو میکنیم، میگیم که در چه جاهایی میشه به کار برد و اون کمتر در واژه نامه های لغت هست. بر پرسیدن فارسی و جانشین منکر چیه؟ ما منکر داریم و منکر داریم. منکر یعنی ناپسند و بد، منکر یعنی نپذیرفته. وقتی میگم فلان کس منکر این کار شد، یعنی این رو نپذیرفت، قبول نکرد. اما اونجا که میگن نهی از منکر، یعنی نهی از کار ناپسند و بد. انتخاب، گزینش، پارسی انتخاب میشه گزینش، منتخب هم میشه گزیده شده. بعضی مواقع، پرسیدن بعضی مواقع فارسیش چی میشه؟ گهگاه، بسیار فشرده، زیبا، ظریف و گویا. گهگاه. ضمناً همچنین مغایرت، هم معنای دگرگونی بسته به جمله‌ای که شما می‌سازید، هم معنی دگرگونی میده و هم معنی جدایی میده. منافات، دوری، از نفی میاد، دور کردن. عقیده، پارسیش میشه باور. مطالعه، هم خواندن معنی میده و هم پژوهیدن معنی میده. آدم مطلع رو میگن یا آدم مطالعه‌گر رو میگن، پژوهنده. با این حال، البته با فارسی اینش هم فارسی حالش دو بیم، با این حال رو شما میتونید با این همه بگید. با این همه مثلا میگید که من همه کوشش خودم رو کردم، حالا با این حال نتونستم فلان کس رو بیارم. میتونید بگید همه کوشش خودم رو کردم، با این همه نتونستم فلان کس رو بیارم. مفصل، مفصل یعنی فصل، فصل، بند، بند. چون فصل به معنای بنده، مفصل که در بدن آدمی هست میان دو استخوان، بندگاه فارسیشه. بنابراین ما مفصل رو معنی خود واژه بند، بنده. اما وقتی میگیم سخنان مفصلی ایراد کرد، میتونیم بگیم گفتار گسترده‌ای داشت. مزمن، مزمن یعنی زماندار. اصلا خود زمان فارسی بوده، به زبان تازی رفته و تازیان ازش مزمن و ازمنه و اینها رو ساختن. ولی در فارسی به جای مزمن شما میتونید هم زماندار بگید، هم کهنه بگید و هم پارینه بگید. همه اینها به معنای مثلا فلان بیماری مزمن داره، بیماری کهنه‌ای داره، خیلی راحت. یا فلان کس به صورت مزمن به این کار پرداخته، فلان کس پیوسته به این کار پرداخته. پرداختن او به این کار بسیار کهنه است، پارینه است. نامنظم، در هم ریخته، نابسامان. مشکوک، بدگمان. متقاعد، ببینید متقاعد از تقاعد میاد، یعنی قعود کردن، یعنی نشستن. متقاعد رو در قدیم به بازنشستگان میگفتن متقاعد شد. فرهنگستان اومد واژه بازنشسته رو گذاشت جاش و خوشبختانه هم پذیرفتن و میگن بازنشسته شد. اما گهگاه میشه میگن فلان کس فلان چیزو گفت من رو متقاعد کرد، باز هم یعنی منو سر جای خودش نشوند، اما فارسیش میشه پذیرفتن.
فلان کس این سخنان رو که گفت من پذیرفتم. قانع کردنم از همین میاد، پذیرفتن، من قانع شدم. البته از قناعت میاد، ولی در اینجا وقتی ایشون می نویسن قانع کردن یعنی چی؟ در جایگاه پذیرفتن میاد. مناعت طبع، بینیازی، بینیازی. ارضاء، خوشنودی. قربت با قاف، قرب با قاف یعنی نزدیک شدن. بنابراین قربت فارسیش میشه نزدیکی با قاف. قربانی هم که میکردن برای این بود که میخواستن به خدا نزدیکتر بشن. قربت با غین، دور شدن. ماها همه از اینجا غریب هستیم، دور افتاده از خاکمون هستیم، بنابراین قربت با غین به معنی دوریه. عنایت، نگرش. میگه عنایت نفرمودید، یعنی به حرف من ننگریستید. الهام، سروش، چیزی که از طرف خداوند میاد، الهام بهش میگن و این سروش فارسیشه. سروش بر همه کس میاد، ولی وحی فقط بر پیغمبران میومده. فرق این دو لغت رو بدونیم. الهام یعنی چیزی که از طرف خداوند به دل شما فرستاده میشه، فارسی سروشه. میگید به من الهام شد که امشب برادرم بیاد به خونه ما، این سروش فارسیشه. ولی یه وقت وحی میشه، اون وحی فقط و فقط پیام خدایی است که به پیامبران. مناقصه، از نقص میاد، یعنی کم کردن، کوتاه کردن. بنابراین مناقصه یعنی کم کردن، مزایده یعنی بیش کردن، از زیاد شدن میاد. بنابراین اگر چیزی رو میذارن به یه جایی که میاد یکی هر کسی بیاد قیمتی بگه و اون بیشترینش رو ببرن، میگن مزایده گذاشت، یعنی بیشتر کردن، بهای بیشتری گرفتن. مناقصه یعنی بهای کمتری میگیرن. افشاگری، گریش که فارسیه، میشه فارسیش میشه روشنگری. حراج، آب کردن کالا. میگن به حراج گذاشت، یعنی کالاشو آب کرد، میخواست آب کنه. همین آب، لیکویدیشن هم انگلیسی ها میگن لیکویدیشن، که یعنی آب کردن. فقط فارسیش میشه تنها. شاید تعجب کنید که به تنها یعنی یک، ولی فقط در به جای واژه تنها به جای فقط به کار میره. من فقط از این راه میرم، من تنها از این راه میرم. من فقط تو را دوست دارم، من تنها تو را دوست دارم. میبینید که به خوبی فقط یعنی واژه تنها جای فقط مینشینه. متصل، پیوسته. همت عالی، والانگری، بلندنگری. انقلاب، انقلاب دگرگونی، زیر و رو شدن رو میگه. منقلب شدن، شکستن، در هم فرو رفتن. فارسی شورشه، همون شورش. شایعه، شایعه در ذهن ما خبری است که پایه و ریشه نداره، ولی خود لغت شایعه یعنی پراکندگی، از شیوع میاد، از پراکندگی میاد. میگن شیوع فلان بیماری، شیوع وبا، یعنی پراکنده شدن بیماری وبا. منفجر، ترکیده. انفجار، ترکیدن. صحت، خود لغت صحت از صحیح بودن میاد و فارسیش خود لغت درستی معنی میده، ولی در واژه جانشینش اگر به شخص بخواید بگید که این برای صحت خوبه، صحت در فارسی تندرستی معنی میده. مسائل، مسائل از مسئله، جمع مسئله است. مسئله یعنی سوال کردن، بنابراین مسائل میشه پرسیدنی ها یا پیچیدگی ها هم معنی میده. منابع، جمع منبع فارسی، از خود منبع یعنی انبار. منبع نفت یعنی انبار نفت، منبع آب یعنی انبار آب، آب انبار میگفتیم قبلا دیگه. ولی در نوشتار و در جاهای دیگه که اون بالا می نویسن منابع این کتاب از اینجاست، منابع برگرفته شده این کتاب فلانجا، اونو میگن بنمایه ها. بنمایه های کتاب، هر کتابی در پایانش بنمایه هاش نوشته شده که از کجا این مطلب ها گرفته شده. موثق، استوار. مطلب،
اون چیزی که طلب میشه، اون چیزی که میخواد یک نفر طلب کنه. اما اگر منظورتون از مطلب در گفتار و نوشتار باشه، خواسته. میگید من یه مطلبی دارم میخوام بگم، یعنی یه چی خواستی دارم میخوام عنوان کنم. و اما پایانی، واژه پایانیش یه خود توضیح داره. خدمت، خدمت، خدمت یه واژه است که چندین ریشه در زبان پارسی باز کرده. اینی که میگم واژه های تازی مثل میکروب، میزان، اینه. شما اگر یک واژه لاتین مثل تلویزیون رو وارد زبانتون بکنید، این تلویزیون همیشه همین تلویزیون میمونه دیگه. جمعش هم حتی تلویزیون ز نمیگید، میگید تلویزیون ها. رادیو وقتی میاد به زبان ما همین رادیو میمونه، عقیمه. اما یه واژه تازی وقتی میاد به زبان ما، تازی پردازان، اونهایی که بسیار خوششون میاد واژه های تازی قلم به کار ببرن، ریشه های اونم میارن تو زبان. یعنی جمع رو، واژه جمع، جیم و میم و عین، این واژه سه حرفه، ببینید چقدر در زبان پارسی ریشه دونده. جمع، مجموع، نمیگن جمع ها، میگن مجموع، جامع، اجتماع، مجتمع، جماعات، جمعه، جمیع، همه و ده ها مانند دیگه میاد از واژه جمع ساخته میشه. این زبان رو بیچاره میکنه، این زبان رو داغون میکنه، این زبان رو بیمار میکنه. یکی هم واژه خدمت، خدمت، خدمتکار، خدمتگزار، مستخدم، استخدام، خادم، مخدوم، خدمه، همه اینا از یه واژه خدمت میاد. خب دیگه چه زبانی میمونه برای ما؟ تمام اینا در زبان پهلوی ساسانی وجود داشته. به خود خدمت در زبان پهلوی میگفتن پرستگی. پرستار هم همین کسیست که خدمت شخص رو میکنه. اصولا سرپرست یعنی کسی که خدمت میکنه به بقیه، و این به جای مدیر میاد. مدیر یعنی اداره کننده و فارسی سرپرسته. بعد حالا همیاری هم از واژه خدمت میاد. بیاییم ببینیم جانشین ها اینا چیا میتونه باشه. در گذشته در زبان پهلوی ساسانی به خدمتکار میگفتن پیشیار. پیشیار یاریست که در پیش آدم ایستاده. میبینید هم منش طرف رو حفظ کرده و هم واژه بسیار فارسیه. خدمتکار پیشیاره. اما در زبان دری پیشیار به کسی گفته میشد که به مردم هم بیاد خدمت کنه، که این به نظر من درست نیست. خدمتکار همون پیشیار باید گفته شه، ولی کسی که میاد به مردم میخواد خدمت کنه میشه مردمیار. اینایی که الان در زمین لرزه رفتن و دارن به مردم خدمت میکنن، که علیه من لغت خدمت هم میگم برای که روشن بشه منظور چیه، اینا مردمیارن. اینا رو نمیشه گفت خدمت دارن میکنن، اینا مردمیاری میکنن. بنابراین خدمتگزار هم میشه مردمیار. مستخدم زن، یعنی این که ما همش میگیم کلفت. کلفت لغت تازیه به معنی رنج و زحمته. اما این اصلا به اون نمیخوره. کلفت رو در گذشته در زبان پهلوی ساسانی میگفتن کدیک. کدیک، کد یعنی خانه. شما وقتی میگید دانش کده یعنی جای دانش، خانه دانش. هنرکده یعنی خانه هنر. کدیک یعنی کسی که وابسته به خانه است، در خانه کار میکنه، مستخدم زن. این بعدن شد کنیک. در زبان پهلوی اشکانی کنیک هم گفتن، به جای دال نون هم گفتن کنیک. بعد از اون کنیک شد کنیز، و در کاربرد معنای زنی که بردست به کار رفته، کنیز. استخدام، فرنگستان گذاشت کارگزینی. خادم همون پیشیاره که گفتم، خدمه پیشیارانه. و مستخدم مرد رو هم میشه گفت پیشیار، همونطور که گفتم. ولی بعضی ها میگن نوکر فارسی است، اما نوکر فارسی نیست. چرا؟ چون اینایی که معتقدن این نوکر یعنی فارسی است، تکیه میکنن به اینکه این نوکار بوده از آغاز، نوکار شده نوکر. نه، برای اینکه چنگیز تمام فرزندان خودش نوکر مینامید، به بچه‌هاش میگفت نوکر،
بنابراین این واژه فارسی نیست. سلف سرویس هم آخرین واژه، خودیاری، خودیاری، سلف سرویس، به خودتون خدمت میکنیم دیگه، خودیاری. میریم و به آگهی های بازرگانی نگاهی میکنیم، برمیگردیم دنباله سخنمون رو میگیریم. بینندگان ارجمند، دنباله گفتارمون رو میگیریم. حالا به درخواست اون دوستمون میرسیم که گفت زمانهای دستوری رو براشون بگیم. در نخستین کتاب دستور زبان پارسی که میگن دستور پنج استاد، که بدبختانه حتی یک واژه فارسی درش نیست، از آغازش تا پایانش تمام اصطلاحات و نامها تازیه، از اسم و فعل و حرف و مصدر و اسم مصدر و حاصل مصدر و ماضی بعید و نقلی و همه هرچی هست تازیه بر روی. در اونجا بیش از پنج زمان ما نمیدیدیم، یعنی ما که دبیرستان یا حتی دانشکده درباره دستور زبان چیز میخوندیم، پنج زمان بود. ماضی ساده بود، حالا من اونایی که خودشون گفتن میگم، فارسی هاشون میگم، ماضی بود، ماضی نقلی بود، ماضی بعید بود، اکنون بود یعنی مضارع بود، و آینده. ماضی، ماضی نقلی، ماضی بعید، مضارع و آینده. بعدم یه ماضی التزامی هم بهش اضافه افزودن، شد شش تا زمان. اما آیا واقعا همین شش تا زمان هست؟ نه، ما در گفتار روزانه زمانهای دیگری هم داریم که بدبختانه پنج استاد اصلا بهش ننگریستن، اصلا گمان نکردن که این در گفتار زبان ما هست و بهش ننگریستن. و میدانیم که دستور زبان از روی گفتار مردم ساخته میشه، نه گفتار مردم از روی دستور زبان. البته دستور زبان وقتی که جا افتاد و کامل شد، اون وقت تمام مردم باید بر اون پایه اون دستور رفتار کنند. ما نخست در اینجا این شش زمان رو توضیح میدم و بعد اون دو زمانی که استادان فراموش کرده بودن میارم و میبینید که ما میگیم اما در کتاب دستور ننوشته بودن. چهار زمان گذشته در زبان پارسی گفته بودن، نوشته بودن در کتاب. یکی ماضی التزامیه که میشه گذشته شرطی، گذشته اگری. اگر من یک دونم مصدر انتخاب میکنم، همه رو با همون یه مصدر و با همون یک فعل و کار ریشه نمونه میارم. اگر رفته باشم، ببینید، اگر رفته باشم، این ماضی اگری، ماضی التزامیه. اگر من رفته باشم. یکی هم ماضی ساده است یا گذشته ساده، فارسیش میشه گذشته ساده. رفتم دیشب به خانه پرویز، رفتم، این گذشته ساده است. اما در اون یکی، در گذشته شرطی یا گذشته اگری، میگید اگر به خانه پرویز رفته باشم، تو درست میگی، ولی من که نرفتم. بنابراین میبینید نوع ماضی فرق میکنه، اون شرط داره. پس شد گذشته اگری یا التزامی، اگر رفته باشم. یکی گذشته ساده، رفتم. یکی گذشته نقلی، یعنی ماضی نقلی که میشه گذشته اکنون، گذشته اکنون، یعنی گذشته‌ای که اثرش تا امروز هست. من به سوئیس رفته ام، من به سوئیس رفته ام، یعنی منی که الان اینجا هستم به سوئیس رفتم و هنوز هم اون رفتن در اینجا هست. یعنی میگن دریچه لمان رو دیدی؟ بله، چون من به سوئیس رفته ام، یعنی اثرش هنوز هست، من اون دریچه رو دیدم. بنابراین این میشه ماضی نقلی یا گذشته اکنون. بعد میشه ماضی بعید، یعنی گذشته دور. رفته بودم، گذشته دور، گذشته ایست که پیش از گذشته ساده میاد. مثل چی؟ زمانی که خواهرم به خانه مادر رفت، من آنجا رفته بودم. توجه کردید؟ یعنی پیش از رفتن او که خودش یک
گذشته است، من اونجا رفتم، ماضی بعید، ماضی دوره، من رفته بودم. یا زمانی که من به آلمان رفته بودم آلمان یکی نشده بود، پس یکی شدن آلمان که خودش گذشته است نزدیکتر از رفتن من به آلمانه که دورتر از اون بوده. زمانی که به آلمان رفته بودم آلمان تجزیه نشده بود یا آلمان یکی نشده بود. بعد میایم به اکنون میرسیم. اکنون رو در همون دستورهای پنج استاد میگن مضارع. حالا چرا میگن مضارع؟ مضارع در زبان تازی یعنی با همشیر خوردن، همشیر. چون رضا، ر زاد الف عین یعنی شیرخارگی، طفل رضیع یعنی طفل شیرخوار، بنابراین مضارع یعنی همشیر. چرا اینو میگن؟ برای اینکه شما زمان اکنون و آیندهتون در فارسی تقریبا یکیه. میروم، میروم، هم الان دارید میرید، هم میتونید بگید فردا میروم. من هم اکنون دارم راه میروم، من فردا به مدرسه میروم. هر دوش ببینید میرومه. بنابراین یک حالتی است که شیر میخوره از دو زمان، یکی اکنون یکی آینده. اما ما یک اکنون شرطی هم داریم، یعنی باز اکنون اگری، و اون مثل چی میمونه؟ مثل مضارع التزامی بهش میگن. اگر به خانه پرویز بروم به او خواهم گفت. بنابراین میبینید این یه اگر توشه و تقریبا تنه اون خورده به آینده، چون شرط داره توش، معلوم نیست. بنابراین یک اکنونه. در گذشته میگفتن مضارع اخباری و مضارع التزامی، یعنی اکنون ساده که اکنون مضارع از اکنونی است که در آینده میاد، گفتم میروم، میخوابم، میبینم. هم میتونید بگید هم اکنون دارم شما رو میبینم، هم فردا شما رو میبینم. میبینید که واژه میبینم دگرگون نمیشه، به همین دلیل مضارع بهش گفتن، یعنی همشیر. و بعد هم یک آینده داریم که باز پنج استاد نوشتن مستقبل، ولی فارسیش آینده است، که از فعل یاور یا کارواژه یاور یا فعل معین خواستن کمک گرفته میشه. من فردا به فرودگاه خواهم رفت، یعنی فعل خواهم اومده کمک کرده، رفتم. ریشه گذشته رفت رو میذاریم، با اینکه ریشه گذشته رفته ولی آینده است. خواهم رفت، یا به شما خواهم گفت، یا برنامه شما را خواهم دید، خواهم شنید، اینا همه آینده است. تا اینجاش و اینها رو در پنج استاد ما دیدیم. اما ما دو حالت دیگه داریم که در این کتاب ذکر نشده، ازش یاد نشده، اما داریم. یکیش ماضی همان زمانی، من نامشو گذاشتم گذشته همان زمانی، چون نامی نداشته، اصلا نام نذاشتن براش. گذشته همان زمانی یعنی چی؟ این گذشته همان زمانی از گذشته سخن میگه که شما در همون زمان حالت دیگری هم در گذشته داشتید. مثل چی؟ هنگامی که داشتم به مدرسه میرفتم، ببینید داشتم میرفتم، در کتاب پنج استاد داشتم میرفتم نداری، این گذشته همان زمانی است. هنگامی که داشتم میرفتم پرویز رو دیدم، هم پرویز گذشته است و هم گذشته همان زمانی است، یعنی درست در همان زمانی که من میرفتم پرویز رو دیدم. در پنج استاد این نمونه نداریم، در صورتی که در گفتار روزانه‌ام داریم اینو. و باز اکنون همان زمانی ما داریم، دارم میروم، دارم میروم، اینو نداریم در دستور پنج استاد. کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ دارم میرم مدرسه، دارم میرم دانشکده، یعنی همین زمانی که من اکنون دارم میرم به طرف دانشکده دارم میرم، پس این میشه اکنون همان زمانی. این در پرسش اون دوست و همیهن ارجمندی بود که از من خواسته بودن که
به طور خیلی فشرده زمانها رو در اینجا بگم. میایم بر دو پرسش که نیاز داشت این که در پاسخ اون بیننده که میگه واژه ها رو معنیش رو نپرسید برای که میشه تو واژه نامه پیدا کرد. نه، بعضی از واژه ها رو شما در واژه نامه اون خواستتون رو به دست نمیارید. مثلا رود تجن، یکی پرسیده این رود مرزی تجن یعنی چی؟ آیا تازیست؟ آیا ترکیست؟ یا فارسیست؟ تجن که میدونید در بخشی از مرز خراسان و ترکمنستان رو رود تجن تشکیل میده. تجن تنها نام یک رودخانه نیست. در شمال ایران دو رودخونه ما داریم به نام تجن. یکی رودی است که از کوههای هزار جریب در استان مازندران سرچشمه میگیره و نزدیکی های ساری به دریای مازندران میریزه. دیگری یه رودی است که از کوههای بابا در افغانستان سرچشمه میگیره و میاد بعد از گذشتن از باختر هرات وارد خاک ایران میشه. اسمش میشه هری رود یا هرارود یا هرات رود و بعد میاد تا سرخس. از سرخس که برسی به مرز ایران نامش تجن میشه ببره. بنابراین این رودخانه دو نام داره، اونجایی که در افغانستان هری رود یا هرارود یا هرات رود میگن، به محضی که به تجن میرسه، به مرز سرخس میرسه، میشه تجن. و در ریگزارهای ترکستان هم این رودخانه توی شنزار فرو میره. نامگیری این دو رودخانه به نام تجن به ما نشون میده که این واژه معنی داره. همینطوری نمیشه گفت چرا یعنی روی هوا گذاشته باشم. تجن در فرهنگ جغرافیایی به جویباری گفته میشه که از رودخانه جدا بشه و سرعت داشته باشه و تزن بوده در آغاز. تزن و تازن و تازنده و تازان یعنی سریع رو، از تاختن و تازیدن میاد. واژه تزن که گفتم از مصدر تزیدن یا تازیدن میاد، این بعدها به زش به جیم دگرگون شد و تجن گفته شد. حالا من یکی دو نمونه براتون میگم که تازش و تازان و تازیدن و بتاز و خواهد تازید و تازنده و اینا همه از کارواژه تزیدن و تازیدن میاد. یه چامسورایی ما داریم به نام ناصر علی هندی. این چامه داریم میگه برق تازان فنا تا کمر دل بستند، چون شرر بر نفس سوخته محمل بستند. واژه تازان رو دارم معنی میکنم. فردوسی، یه از فردوسی پارسی گویتر و بنمایه ای استوارتر نداریم، میگه بشد تازان تا به شهر رسید که آن را میان و کرانه ندید. یا بشد تازیان یعنی تازید، تاخت. اینجا معنی تازی عرب رو نمیده. بشد تازیان تا به شهری رسید که آن را میان و کرانه ندید، یعنی دوان دوان تاخت تا به اون شهر رسید. ساخت شلاق تازی، واژه تازی شلاق، فارسیش تازیانه است. چرا تازیانه است؟ برای اینکه وقتی به اسب میزنید اسب میتازه. بر این پایه به این ابزار میگن تازیانه، یعنی چیزی که وابسته است به تاختن. در پهلوی ساسانی این رو تاچیانک میگفتن، تاچیانک و تاچیدن و تچیدن هم گفته میشد که چه تبدیل به ز و حالا تبدیل به جیم شده در رودخانه تزن. و همینطور که در بالا دیدیم این یک کارواژه است به نام تازیدن که از ریشه گذشتش میشه تاختن، تاختن و تازیدن. اسب، اسبهای مسابقه دیروز خوب تاختند، اسبهای مسابقه امروز خوب میتازند. بنابراین ریشه گذشتش رو براتون نمونه زدم و ریشه حالش. یه دستوری در زبان پارسی هست که زمان گذشته اگر کار ریشه خ داشته باشه، در زمان اکنون خ تبدیل به ز میشه.
سوختن، سوزیدن، ریختن، ریزیدن، دوختن، دوزیدن، تاختن، تازیدن، بیختن، بیخیدن، سوختن، سوزیدن و ساختن، سازیدن و تاختن، تازیدن و پختن، پزیدن و دیگه نمونه های دیگری که خودتون میتونید پیدا کنید. بنابراین روشن میشه که تجن یا در آغاز همونی که بگم تزن و تازن بوده و در گذشت سالها به تجن دگرگون شده. حالا تا اینجایی که اومدیم، با اینکه یک بار من در این زمینه روشنگری کردم، دوباره شایسته میدونم این نکته رو بگم. اینی که ما به سگ میگیم تازی و به اسب میگیم تازی و به عرب میگیم تازی، این دوتا تازی با هم فرق داره. این اشتباه نشه در میان شما. بذارید یکایک که اونها رو باز کنم. چرا ما به عرب ها میگیم تازی؟ چند بار گفتم عربستان در زمان ساسانیان، یعنی تا پیش از نوشیروان و خسرو اول، سه بخش آباد عربستان داشت. طائف بود، نجد بود و یک بخش دیگری هم هست که حالا یادم بیفته بهتون میگم. این سه بخش رو تازیان در سرزمین عربستان آباد بوده. دو تاش مستعمره ایران بود، یکیش هم مال روم خاوری بود. ایرانی ها در اونجا خب فرماندار میذاشتن و اون فرماندارا تابع ایران بودن و مالیات و عوارض خودشونو به ایران میپرداختن، که بارها گفتم نومان ابن منذر اینها همه از همونها بودن که نماینده ایران بودن در اونجا. در اونجا یک طایفه، یک تیره، یک قبیله، یک عشیره‌ای زندگی میکردن به نام تی، گروه و عشیره و طایفه و تیره تی، و کسانی که وابسته به اون تیره بودن بهشون گفتن تایی، که حاتم بزرگترین و معروفترین آنهاست، حاتم تایی، که اینو شنیدید. چون این تیره گسترده ترین تیره در سرزمین عربستان بود و ایرانی ها همه عرب ها رو تایی می دونستن، منتها چون در زبان پارسی دو تا یه خیلی دشوار بود، تایی رو گفتن تازی. بر این پایه وقتی ما به تازیان، به عرب ها میگیم تازی، ریشه در باور ساسانیان داره، در زبان ساسانی، که تایی رو، تیره تایی رو ما میگفتیم تازی و خیال میکردیم که هر عربی جزو اون تیره تیه و تاییه و باید بهش تازی گفت. اینو داشته باشید. میایم سر تازی که به سگ و اسب میگیم. نه سگ تازی سگ عربی است، نه اسب تازی اسب عربی است، بلکه این تازی از ریشه تازیدن و تاختن میاد. وقتی میگیم اسب تازی یعنی اسبی که خیلی خوب میدوه. میگه اسب تازی دو تک رود به شتاب، شتر آهسته میرود شب و روز. بر این پایه میبینید که تازی در اینجا به معنی دونده است. سگ تازی هم همینطوره، یعنی سگ دونده، سگی که خوب میتازه، خوب میدوه. و در این زمینم که گفته شد دیگر از بله قبیله تی، ریشش از قبیله کهلانه و نژادشان به بنو تی میرسه، که اینم من در اینجا یک توضیحی داده بودم. و بله ایرانی ها تازیک میگفتن و یواش یواش کافش افتاد در پهلوی ساسانی. میریم به چند آگهی گوش میدیم، به چند پیام بازرگانی و بعد برمیگردیم تلفن‌های بینندگان ارجمند رو پاسخ میدیم. خب بینندگان ارجمند، هم میهن ارجمندی از انگلستان روی خط هستن، باشون سخن میگیم. الو بفرمایید. درودهای صمیمانه
و سپاس بیکران به شما. خواهش میکنم. خسته نباشید. سپاس گذارم. عرض میکنم که بنده دو روزی هست که آنچنان آشفته حال هستم که حد و حساب نداره. خدا نکنه. من بسیار تلاش کردم ولی موفق به تماس با برنامه حضرت عالی نشدم متاسفانه. خواهش میکنم بفرمایید. من میدونم که عرض امشب بنده به برنامه امشب شما به لحاظی مربوط نیست، ولی چون مطلب از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره، حداقل از نظر من، البته مطمئن هستم که پس از شنیدن اون شما هم تایید خواهید فرمود که خواهش میکنم قطعه و دسیسه بسیار دقیق و حساب شده‌ای برای جدا کردن سر گرانقدر ایران بزرگ به صورت علنی و بسیار جدی شروع شده. من واقعا چاره‌ای نمی‌بینم جز اینکه از شما و همه بینندگان ارجمند انای تیوی تقاضا کنم که به سؤالی که بنده مطرح کرده بودم و پاسخی که یک استاد علامه نوظهوری که انقلابی در علوم تاریخ و باستانشناسی نه در تنها در ایران بلکه در جهان هستی به وجود آورده، اول گوش کنید و بعد پاسخ بفرمایید. خواهش. اجازه فهمید که من این رو برای شما بگذارم. سلام علیکم. من زبان آذری رو خیلی خوب میفهمم ولی خیلی مسلط نیستم. راحت باشین عزیزم، فارسی صحبت کنید. اجازه بدید که من فارسی صحبت کنم. بفرمایید عزیزم، بفرمایید. شما، من یه سوالی برام پیش اومد. چه مدرک و مأخذ و سندی دارید؟ چون تا به امروز هیچ کدوم از باستانشناسان و مورخان و محققان و دانشمندان ایرانی این فرمایشی رو که شما الان فرمودید در هیچ جا بهش اشاره نکردن، با اینکه همشون ایران پرستن و حتی مغان و به اصطلاح سرپرستان دین زرتشتی هم یک چنین چیزی رو نه در کتاب‌های قدیمشون نه در تحقیقات جدیدشون ننوشتن که کتاب زرتشت به زبان آذری نوشته شده. شما این سند رو از کجا آوردید؟ خواهش میکنم. سوالتون همون بود؟ بله. میشه به من جواب بدید؟ من خط میمونم، اشکال نداره. حتما عزیزم، یه لحظه رو خط ببونید. من عزیزم اون بله هستن عزیزمون، اون خط رو من چیز کردم. عزیزمون طبق تحقیقاتی که به سالا باستان شناسان کردن اخیرا و گفته شده که نوشته که کتاب زردشت باشه، قبلا ترکی بوده، به زبان ترکی بوده و بعدا برگشته پارسی شده. در هر صورت امیدوارم که عزیزان ما وقتی تاریخ رو میخونن صرفا به دو تا سه تا چهار تا پنج تا کتاب تکیه نکنن و تمام کتاب های تاریخ رو بخونن بدون غرض و بدونن که وقتی تاریخ میخونن عزیزانمون همیشه از تاریخ 2000 ساله ما صحبت میکنن، در صورتی که ایران تاریخ 10000 ساله داره، نه تاریخ 2500 ساله. دقت بفرمایید، تاریخ 10000 ساله داره، ایران تاریخ بسیار قدیمی داره و اگر عزیزان ما این تاریخ 10000 ساله رو، نه تاریخ 10000 ساله که نوشته شده تو چهار جلد هستش، صرفا به این متکی باشن، تمام کتاب‌های تاریخ نویسان رو بخونن و حتی اون کتاب‌هایی رو که تحریف کردن و نذاشتن در رژیم گذشته و نذاشتن در رژیم‌های گذشته و جلوشو گرفتن و یا اونو سوزوندن یا از بین رفتن، ولی عزیزان ما تحقیقاتی که کردن و تمام دانشمندان دنیا، دانشمندان امریکایی، خواهش میکنم مراجعه بکنید به دانشگاه شیکاگو، به موزه اونجا و ببینید که چه سندهایی هست. به فرانسه، موزه فرانسه مراجعه کنید، به ایتالیا و به عراق مراجعه کنید، بغداد که اونجا هم هستش این نوشته ها و در آلمان هم توی برلین، خواهش میکنم عزیزانی که هستن مراجعه بکنن و به این سندهایی که اونجا هست توجه بکنن در مورد تاریخ ایران، که تاریخ ایران فقط 2500 سال نیست، ایران تاریخ 10000 ساله داره. وقتی که ما صحبت میکنیم همش از تاریخ 2500 ساله و تاریخ گذشتهمون رو از روش مروری میگذاریم نمی کنیم، با وجود اینکه خب تاریخ نویسان اکثر
نویسندگان ما، نه همشون رو من میگم، شعرا، نویسندگان در هر زبانی که باشن فرق نمیکنه، در اون برهه زمانی، در اون زمان وابسته به دولت‌های اون زمان بودن و هر کدوم قلم رو برگردوندن یا از ترس جونشون بوده یا به خاطر مالشون بوده یا موقعیت اجتماعیشون بوده، در هر صورت تاریخ رو تحریف کردن. ولی دانشمندان دنیا، دانشمندان امریکایی، دانشمندان فرانسوی، آلمانی، البته اینا رو من از خودم دارم نمیگم، اینها تحقیقات کردن و به اصطلاح توی مدن کارهای تحقیقاتی که اکتشافاتی که انجام میدن و کشف کردن در منابع زیرزمینی و این سندها و لوح‌هایی که در اومده تو اون لوح‌ها نوشته شده راجع به تاریخ ایران و که چه تاریخ دیرینه‌ای داره، به خصوص که تاریخ و مدنیت از ارومیه، از شهر ارومیه برخواسته شده، تاریخ اجتماعی و مدنی. اگر اجازه بدن عزیزانمون بریم جانم قربان، من اگر به هم پروانه بدید یک گستاخی حضورتون بکنم، استدام کنم. از گفتار شما، من بی اون که شما رو بشناسم و نامتون رو ببینم، نشان داده میشه که یک آدم فرهیخته، دانشور و پژوهنده ای هستی. خواهش کنم. از شما در شگفتم که اصلا چرا وقتتون رو صرف این مسئله کردید که بیاید به یه چیزایی که به جوک بیشتر شبیه گوش بدید. اولا این سرکار خانم که من نمیدونم کیه و نمیخوام هم بدونم کیه، خانم اکرمه، حالا نگید اصلا بهتره، خواهش میکنم اصلا نگید. بله بسیار. عرض کنم که اولا زیرکانه یک باره از اوستا پریدن رو تاریخ 10000 ساله. بله. کسی منکر تاریخ 10000 ساله ایران نیست. بله. ایران تاریخش 10000 ساله، این چی کار داره به این چیز اوستا ترکی بوده؟ بله. به اضافه اینکه چه ارتباطی داره به اینکه تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی؟ بله، حالا همینا رو همه رو یکا یک پاسخ میدم. بله. اولا ایشون نام حتی یک کتاب رو نبرد. بله. حتی نام یک دانشمند رو نبرد، از شمال آمریکا گرفت تا چین و ماچین و همه جا و فرانسه و ایران و بغداد و برلن و همه، بعدم گفت همش میگن 10000 سال. خب ما هیچ کی منکر نیستیم، ولی ایشون اینقدر توجه نکردن که ما تاریخ 2500 ساله در رژیم پیش گفتن، نگفتن تاریخ ایران، گفتن 2500 سال شاهنشاهی. حالا مردم موافق بودن یا مخالف بودن اون بحثی جدا، ولی هرگز نگفتن تاریخ ایران 2500 ساله، گفتن شاهنشاهی در ایران 2500 ساله، که اونم حالا باز دیده شده که دیایکو بوده در 7000 سال پیش، تنها پادشاهی هم بوده که با رأی مردم انتخاب شده. ما به اون کار نداریم. بعدم هی گفتن بله وابسته به دولت‌های زمان بودند و تحریف کردن تاریخو. بله تاریخ تحریف شده، ولی به دست همین کسان که میگن یک مرتبه اوستا ترکیه. اصلا من خندم میگیره برای اینکه اوستا 3000 خورده ای سال، اولا اوستا بعداً به وسیله هممیهنان زرتشتی ما گردآوری شد و اون گات‌ها هست که از زرتشته، اوستا از زرتشت اصلا نیست، گات‌ها هست و تمام اینا فارسی سره است. هم اکنون هم در آتشکده ها وقتی نیایشی میکنن هممیهنان زرتشتی ما، که من بسیار در اونجا این بخت رو داشتم که در اونجا رفتم و شنیدم، به پارسی اوستایی سخن میگن. پارسی اوستایی مادر پارسی پهلوی ساسانی است و پهلوی ساسانی مادر پارسی کنونیه، و تازه پارسی اوستایی اونطور که تا کنون جامعه شناسان و زبان شناسان میگن از سانسکریت هندی گرفته شده. این سرکار بانو حتی نمیتونه نام ارومیه رو درست بگه، میگه ارومیه، این ارومیه است. ارومیه به زبان عبری ارومیه یعنی آب و ارومیه یعنی آب مقدس، و این اصلا به خاطر اینکه اون دریاچه رضاییه آب شفا بخش بوده اینو ارومیه گذاشتن، و هنوز این نام برای ایشون شناخته شده نیست. بعد میان و دانشگاه شیکاگو و موزه و فرانسه و ایران و عربستان و ترکیه و همه قاطی بود که چی؟ اگر شما بحث میخواید بکنید به جلو. حالا از این گذشته من شنیدم ایشون بابک رو هم ترک دونستن، گفتن بابک. بله، چون ایشون فرمود جواب این قطعا اشاره به یک نکته ظریف بکنم که مورد توجه و علاقه شما هم هست. ایشون فرمودند که بابک هر هنگام وقتی صحبت میکرد، من صدایشون رو ضبط کردم. بله. وقتی صحبت میکرد افشین حرفهای بابک رو از ترکی به فارسی به عربی ترجمه میکرده. حالا تازه افشین
جزء گروه، یا حالا من در داستان بابک در روزهای شنبه خواهم گفت، افشین از تیره و خاندان اسروشنه بوده و این افشین نام کلی اونها بوده در خارزم. خارزم که در یعنی ریشه اصلی پارسی است که هنوز امروز هم نماز رو به فارسی میخونن، یعنی در منطقه بامیان و جنوب و نزدیک قندهار اینا نماز رو به فارسی میخونن، نماز عربی رو. چطور افشین اومده از اونجا از عربی از ترکی به عربی ترجمه کرده؟ آخه ایشون من نمیدونم چیز ترکی، زبان ترکی رو ایشون سابقه شد. حالا خوشبختانه من دو تن از هممیهنان آذریمونو که نویسندگان بسیار برجسته‌ای هستند و چندین کتاب نوشتن و پژوهندن، و یکیشون وکیل دادگستری است، حقوقدان، یکیشون هم نویسنده است، اینها رو باهاشون سخن گفتم، میارمشون تو برنامه. اینا آذری‌اند، محققند، پژوهندند. اینها میان در اینجا برای شما میگن که از کی آذر آبادگان ترک زبان شد. از زمان سلجوقیان اینا ترک زبان شدن. بابا تمام من، اگر ایشون اسم کتاب نمیگه، من اسم کتاب میگم. ته کتاب منو باز کنید، بابک رو، 52 تا نام نوشته شده، 52 کتاب اون تو نوشته شده، تاریخ نویسان از 2300 500 سال 700 سال پیش تا امروز، که وقتی دست بابک رو بریدن، بابک گفت زهی آسانی، گفت چقدر راحت بود این فارسی از این سرتر. بعد هم گفتار وقتی که عربی صحبت میکرد، با برای بابک ترجمه از عربی به پارسی پهلوی میکردن، مثلا ترکی اون موقع نبوده. بله قربان، گفتی دست هایی در کار، اینها رو ما میدونیم و خوشبختانه خوشبختانه اکثریت قاطع با آذری های مثل شما و آذری های دیگری است که همه میهن پرستن. شنیدم آنها گفتن که کسروی خائن بوده. آخه کسی که کسروی رو خائن بدونه اصلا باید همشو گوش کرد. بنده اجازه فرمید، اگر به بنده اجازه بدید، خواهش میکنم این رو هم بدم. لطفاً که من تعقیب کردم این برنامه رو، همراهی هایی بود که با فرمایشات ایشون در برنامه شد. بله. و از جهتی ضمن تایید کلیه فرمایشات شما، من یه دو سه مطلب رو هم بهش اضافه بکنم. فرض رو بر این بگیریم که ایشون صحیح میفرمایند و تاریخ نویسان ایرانی و عرب وابسته حکومت هاشون بودن و تاریخ رو تحریف کردن، نویسندگان اروپایی چی؟ اونا هم وابسته حکومت های ایران و عرب بودن. همین در از همه مهمتر، وقتی که عرب به ایران حمله کرد، فقط یک گروهی از زرتشتیان فرار کردن. اونها چی؟ اونها که دیگه وابسته به حکومت های بعد از حمله عرب تا به امروز نبودند، که اصلا پارسیان هند حفظ کردن همه چیز رو. و بعد اصلا نام بابک خرمدین و افشین نه ترکیست و نه آذری. درسته، اصلا فرماندهانه، حالا من میرسم میگم که من نمیخوام جلوت، فرماندهان بابک نامهاشون رستم بوده، بله. خرمدین بوده، نامهای پارسی بوده. بله، نه اصلا توجه نکنید قربان، توجه نکنید. هر حال بسیار بسیار ممنون و متشکرم، سپاسگزارم. من اتفاقا به برنامه مربوط بود، چون هم به زبان مربوط بود هم به تاریخ. ولی من این رو هم اضافه بکنم که به هر حال فرض رو بر این بگذاریم که ایشون صحیح میفرمایند و اصلا زرتشت آذری بوده، به زبان آذری هم گفته. بسیار خوب، ایران اصلا آذربایجانه. بله آفرین. اونطور که ایران کردستانه، بله. ایران بلوچستانه، بله. ایران خوزستانه، ایران تهرانه، چه فرقی میکنه؟ هیچ، همه جا. حالا چرا بایستی حتما این آذری جدا بشه؟ که ایشون همش تاکید میکرد که ما آذری نیستیم و ترکیم. بله همین. یه نفرم بهش به اصطلاح اعتراض کرد که آقا نه ما آذری هستیم، ایشون گفت نه اینا حرفای کسرویه. در حال یک دنیا سپاس. خواهش میکنم، سپاسگزارم. شب و روز شما خوش باشه. دل استوار دارید که ایران همیشه ایران میمونه. اگر چیزی بهش افسوده نکنیم کم نمیکنیم. انشاءالله. سپاسگزارم. الو بفرمایید. سلام آقای. درود بر شما. من یه مطلبی رو میخواستم بگم در ادامه سخنان این آقا و خاطر جمعی بدم به این آقای محترم و بسیاری از کس ایرانیایی که مثل این آقا فکر کنم، چون خودم یکی از اونا بودم. من حرفای این خانم رو شنیدم. اولا که هنوز در دهات آذربایجان
چیزهایی هست که اصلا آذری بلد نیست. اصلا پهلوی ساسانی سخن میگه. بله بله، اینا چون در تحت چیز حکومت اون مرکزی نبودن اصلا ترکی بلد نیستن. این یکی. بعد من با یکی از اقوام خودم که موقعی که در ایران بود نمیتونستم صحبت کنم، ولی چون از این حرفای این خانم ناراحت شدم و اتفاقا فهمیدم که این آقا در یکی از کشورهای اروپایی هستن. یکی از وطن پرست‌ترین ایرانیایی که من در تمام عمرم میشناسم اقوام من هستن، نه به دلیلی که اقوام من هستن، چون من فامیلایی دارم که اصلا باهاشون کاری ندارم. بعد من به این آقا زنگ زدم به این کشوری که هستن و این مطلب رو باهاشون در میون گذاشتم. گفتن یک ذره تو خیالت ناراحت نباشه، نه از نظر کردستان، نه از نظر آذربایجان، از هیچ جای ایران. بله خیال تو تهرانی هستیم، فارسی هستیم، هیچ به گرد آذریای ایرانی و کردمون نمیرسیم. هیچ همچین چیزی نیست. اینها اصلا یه آدمایی هستن ولی اینقدر تعدادشون کمه و اینقدر در خود آذربایجان اینا منفور هستن که نهایت نداره. بله. و هیچ علاقه مردم ایران، آذربایجان ایران به اینها ندارن، چون دارن میبینن که آذربایجانی، جمهوری آذربایجان چجوری زیر سلطه آمریکاست و اونا همه این چیزها رو میبینن و از همه ما آگاه‌ترن و از همه ما ایرانی‌ترن. پس من میخواستم اینو بگم، چون هم خیال خودم راحت شد، میخواستم به همه هموطنان و این آقا بگم اصلا ناراحت نباشین. این کسی که گفته عمرشو فدای ایران کرده و با خاطر جمعی تمام اینو گفت که جای هیچ گونه نگرانی نیست، تعداد اینا انگوش شمارن و اصلا محبوبیتی در آذربایجان ندارن. بر درسته کاملا، من هم با ایشون هم باور هستم. خیلی ممنون، شب و روزتون خوش. ببینید نکته ای که دردآوره، اصلا خوب گفتار اینها از دیدگاه شمار برای من اصلا مطرح نیست. اون که دردآوره نیست که ما یک خانواده هستیم که با هم زندگی میکنیم، خوب و بد این سرزمین مال همه ماست، همه جای ایران سرای من است، چون نیک و بدش از برای من است. حالا فرض میکنیم که آذرآبادگان ما چشمش به جمهوری آذربایجان که اصل نامش ایرانه، ایرانه اصلا افتاده، و فرض محال که جمهوری آذربایجان مرفه مرفه و ما در نهایت تنگ دستی هستیم، آیا این درسته که ما از مادر ببریم برای اینکه بریم اونجا که به زیر سایه بیگانه بگیم اومد چون وضعتون خوبه؟ این زمانیست که وضعشون خوب باشه، اونا به نان شبشون محتاجن، اونا درگیر یک لقمه نان هستن از ناتوانی و درهم ریختگی و درگیری که با ارمنستان دارن و با هزار یک بدبختی دیگه به خودشون میپیچن، یا همون ترکیه از این ور هزار یه جور بدبختی بر خودش داره، لیر ترک روز به روز در حال سقوطه. من زمانی که در ترکیه بودم یک دلار 60 لیر بود، 15 سال پیش، حالا یک دلار 1000 خورده لیره. آخ ببینید چقدر سقوط کرده. حالا تو میخوای بری زیر سایه اون؟ این شرم‌آوره. اصلا مگه میشه مقایسه کرد مهر میهن رو با یه چیز مادی؟ برای دلبستگی به مادر میهن، دلبستگی به خانواده، شما به فرزند یک خانواده بگید که تو از امشب نمیخواد پیش پدر مادرت بری، بیا خونه ما بشین شبا پلو بخور، یه شب میاد، شب دوم به چشم فرزند نگاش نمیکنین و هوای دل مادر پدرشو میکنه. چه فکری میکنن اینا که میخوان ببرن از مادرشون؟ من نمیدونم، اصلا برای من واقعا مفهوم نداره، یه چیزایی آدم درک نمیتونه بکنه. این نکته ای که من نمیتونم درک کنم این است که آدم دلش به یه بیگانه خوش باشه و بخواد بره زیر سایه بیگانه و از میهنش ببره و دشمن میهنش باشه. الو بفرمایید. الو درود بر شما. بفرمایید قربان. درود بر شما آقای انقدام. سپاسگزارم قربان. با تشکر از برنامه‌های خواهش می‌کنم. البته من مرتب برنامه‌های شما رو نگاه می‌کنم ولی امشب دیگه مجبور شدم مجدداً به خاطر این مسئله خدمت شما زنگ بزنم. خواهش می‌کنم. هر بنده این خانم و شوهر هنرمندشون که واقعاً من بهشون احترام می‌ذارم، دست ما هست که در هامبورگ زندگی می‌کنیم. بله. اینا اصولاً از روز اول نوبت تجزیه طلبی و این مسائل داشتن، حتی روزهای اول که در NITV هنوز هیچ تلویزیونی نبود، این آقای هنرمند اومد، من زنگ زدم آقای میبودی، گفتم خیال شما راحت باشه اینا نمیتونن سربازگیری کنن و حق با آقای میبودی بود. هنوزم من میگم همینطوره.
بله. دوم اینه که اینا خود آذری‌های مقیم هامبورگ اینا رو تهدید به مرگ کردن، از هامبورگ فرار کردن رفتن لس آنجلس. اینا خیالتون راحت باشه، خود منم آقای داریوش خواننده آذری عزیز ما که اومدن اینجا، وقتی متوجه شدن یه همچین مسائلی در هامبورگ میذاره، توی کنسرتی که داشتن با صدای بلند پشت بلندگو اعلام کردن که یه همچین صحبتایی تو هامبورگ شده. من نمیخوام از این حرفا شنیده بشه، این کله گربه هیچ وقت زبان نمیشه. من آذریم و تمام مردم چنان ابراز احساساتی کردن که بیشتر مردم اونجا گریه میکردن. بله. اصلا این حرفا نیست، فقط این زن شوهر نمیدونم چرا از ایران چی دیدن که مرتب از این تلویزیون به اون تلویزیون، از این تلویزیون به اون تلویزیون. اصلا و من مرتب به همه تلویزیون ها زنگ زدم و گفتم اینا خائنن، اینا تجزیه طلبن، و حالا نمیدونم چرا رفتن تلویزیون. نه اصلا صحبت اصلا تلویزیون ها خواهش میکنم که بله. این دو نفر رو راه ندن، اینا بله. تجزیه طلبن. اینجا تو هر جلسه‌ای که رفتن مردم هوشون کردن، بیرونشون کردن، و هیچ آذری غیوری چه به زبان آذری چه به زبان فارسی، ما اصلا زبان اینا برامون مهم نیست، ما برامون ایران مهمه و ایران مهمه، ما برامون وطنمون مهمه، ما برامون اون خاک مهمه، چه گرچه آخوند باشه توش، هر کس میخواد باشه. بله، سرزمینمونه، کشورمونه، مادر ماست، مام وطنه، ما اونو باید حفظ کنیم. گرچه بیلیاقتی های بعضی از پادشاه های سابق بعضی از قسمت ها رو از دست دادیم، ولی خب اینی که مونده حفظش کنیم. بله، تازه با سد سکندر هم نمیشه اون افغان اون سوی رود هیرمند رو با ایرانی این سوی رود هیرمند از هم جدا کرد. اینها همیشه هم با هم هستن، حتی اگر این مرزها در پشت میزها بشینن، مرزهای سیاسی برای ما تعیین کنن. هنوز در تاجیکستان شاهنامه رو روزهای جمعه در میدان بزرگ شهر نمایش رستم و سهراب میدن، نمایش بیژن و منیژه میدن. در جلوی موزه بزرگ تاجیکستان مجسمه فردوسی برپاست، در میدان مرکزی شهر مجسمه رودکی برپاست. بعد از 150 سال فشار کمونیست‌های روس، مگه میشه جدا کرد؟ مگه میشه دو برادر رو از هم جدا کرد؟ مگه میشه از دیدگاه فرهنگی سیاسی یک ملتی رو تجزیه کرد؟ از محالات. حالا بیان هی برای ما مرزهای فرعی و سیاسی درست کنن. از آقای یعقوب ظروفچی عزیز، اون آذری غیور از طرف آذربایجان ایران به طرف آذربایجان شوروی وایساده و اون شعر به اون قشنگی رو خونده که یعنی اونا باید بیان به ما بچسبن. بله بله بله. نه ما بریم به اونا بچسبیم. درست. اگه میشه، اگر تیکه‌ای از ایران جدا شده و ما بریم با اون تیکه کوچیکه بچسبیم، باید اون تیکه کوچیک برگرده به طرف ایران اگر بشه. کاملا درست و حتما خواهد شد. سپاسگزارم، شب و روزتون خوش. قربان شما. خدا. الو بفرمایید. ببخشید آقای انفتاح، من دوباره مزاحم. خواهش میکنم. من یه مسئله می‌خواستم بگم. من می‌خواستم از همه ایرانی‌ها تمنا کنم به برنامه این تلویزیون جام جم یه مقدار توجه بیشتری بکنن، چون فقط این برنامه آذری که نشون میده که بر ضد امنیت ایران، تنها این برنامه نیست، کلا به نظر من اینا تلویزیون جام جم یک داره سیاست اسرائیل و ترکیه رو. نه حالا در اون زمینه خانم، ما حالا کاری نداریم راجع به اونها، اون هر تلویزیونی کار خودش میکنه، شمای داور، ببینید داور اصلی شما و مانندهای شما. ولی آخه آقای انقطاع، جلوی چش خودمون به عنوان تلویزیون ایرانی، این تنها با برنامه آذری این تلویزیون جام جم نیست. بله، ولی حالا ما اینی که به خودمون مربوطه میگیم. بله. سپاسگزارم، خیلی ممنون. الو بفرمایید. الو. سلام علیکم. درود بر شما. درود بر شما. جناب آقا، جانم. یه عرض داشتم خدمت شما در همین مورد. می‌خواستم بگم در زمان جنگ ایران و عراق. بله بله. یکی از لشکرهای خیلی خیلی قوی ما که ما به گوشمون میرسید که عراقی‌ها خیلی ازش می‌ترسن، لشکر 88 زاهدان بود. بله. این جایی که اصلا در خطر نبود، امن‌ترین جای ایران بود. بله بله. این همبستگی تمام اقشار اقوام ایرانی بود که ما تونستیم جلوی عراقی‌ها بایستیم. لشکر 77 خراسان بود. 78 زاهدان. بله، 77 مال خراسان بود. بله. چقدر تلفات داد. خراسانی اومده در اهواز می‌جنگه به خاطر خاکش، وگرنه به قول شما زاهدان و خراسان دور از جبهه بودن. پس خراسانی میگه اصلا به من مربوط نیست. ما میشم چیزی، همه ما برادریم. من میخواستم عرض کنم از لحاظ مادی هم اگر باشه، من فکر نمیکنم هیچ جای ایران بتونه، هیچ قسمتی از ایران اگر جدا بشه بتونه ثروتمندتر از کویت بشه. ببینید، از دید جامعه شناسی بل.
بدونید در هر تجزیه‌ای اون چیزی که تجزیه شده ضعیف میشه. در هر تجزیه‌ای، هیچ وقت در تجزیه قدرت پدید نمیاد و دست‌های بیگانه ممکنه برای ناتوانی ما این تجزیه ها رو زمزمه بکنن. فقط مواظب باشید تجزیه نشه، برای اینکه هر تجزیه‌ای نیروی ملتی رو نصف میکنه، خرد میکنه. سپاسگزارم. الو بفرمایید. الو. درود بر شما. درود بر شما آقای انقطاع. بفرمایید قربان. من عرضی خدمتتون داشتم. من خواهش میکنم. کارم در یه مرکز فرهنگی هنری یونانه. بله. و واژه‌ای برخورد کردم که باعث افتخارم بود، چون هرچی دنبالش گشتم ریشه‌ای به جز پارسی در اون ندیدم. چیه؟ اونه که در انگلیسی میگن fluently و اینا بهش میگن فارسی، یعنی کسی که به زیبایی سری و شمرده سخن میگه بهش میگن پارسی. بله. این باعث افتخار من شده و تو دیکشنری مختلف رو من گشتم و ریشه جز چرخی براتون بگم پارسی یا پارسی رو من به جز اون ندیدم. نه فقط من یه احساساتی شدم به خاطر این مسائلی که تلفن زدن و این باید باعث افتخار ما ایرانی ها باشه. بلد. که حتی ما نفوذ داریم در زبان یونانی. اصلا در یونانی ها بسیاری از واژه های ما رو گرفتن و بردن. ما میگفتیم الماس، اونا میگن آدامانت. همون الماس ما رو آدامانت کردن و ده ها و ده ها و ده ها واژه دیگر آمدن. یک نکته من شما رو خط نگر نمیدارم ولی توضیح رو میدم. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. چقدر وقت داریم؟ منزه 2 دقیقه. بله من 2 دقیقه وقت دارم، بقیه رو پشت خط سخن میگم باهاشون. یک بار گفتم برای دیدار یک دوستم رفته بودم بیمارستان، چند امریکایی آمده بودم دیدن ایشون. بعد این دوست من از من خواست چند شعر براش بخونم، شعر پارسی. من شروع کردم به خوندن، وقتی تمام شد اون امریکایی ها گفتن ما یک واژه از این رو نفهمیدیم ولی آهنگ این زبان چه زیباست. اصلا واژه رو معنیشو نمیدونستن اما آهنگ گفتار پارسی اینها رو به خودش گرفته بود. ما زبانی چنین داریم. حالا این ظاهر قضیه است از دیدگاه دستوری، از دیدگاه کمبود استثناء در دستور زبان فارسی، از دید سادگویی، ساده نویسی، به نظر من کمتر زبانی در جهان به پای ما میرسه. ما تنها دشواری که داریم دشواری خطمونه، خطی که توش نقطه داشته باشه. نه بیگانه میتونه زود یاد بگیره، نه فرزند ایرانی میتونه زود یاد بگیره. اگر بتونیم خط رو در موقع الان زمانش نیست، خط رو در زمان خودش بتونیم دگرگون کنیم، زبان پارسی همه گیر خواهد شد. یک نامه بسیار زیبا و شیوایی بر من رسیده از طرف 2 دختر خانم 9 و 10 ساله که من نشون میدم. ببینید لاتین نوشتن، یعنی فارسی نتونستن بنویسن و این رو من نمیدونم الان، فقط شما میبینید که لاتینه و اما به زبان فارسی است. به لاتین نوشتن: سرور انقطاع درود، من و خواهرم برنامه های شما را دوست داریم، به ویژه تاریخ را. از شما سپاسگزاریم. ببخشید که ما نمیتوانیم فارسی بنویسیم. با سپاس تینا 9 ساله، نیلوفر 10 ساله. اما در پایان یه ای و زی هم نوشتن. من نمیدونم 10 ساله از اون ای زی چی، از آریزوناست و این رو پی نبردم ولی دیگر چیزا. چشم. من با سپاس از این 2 دختر کوچولو و زنان کوشنده آینده، و باور کنید این نامه بسیار به من نیرو بخشید، برای اینکه وقتی آدم میبینه بچه های 10 و 9 ساله و 10 ساله به تاریخ کشورشون، به زبان کشورشون دل بستن، در خودش احساس امید میکنه، برای اینکه نشون میده این بچه ها در خارج از کشور فارسی نوشتن به خط کنونی فارسی رو نمیدونن اما با سودگیری از واژه های لاتین میان و سخنشون رو میگن و جالب اینیست که دلبستگی به تاریخ کشورشون دارن و اینها سنگ های بنای آینده ایران هستند. اینها کسانی هستند که آینده ما رو می سازند. نامه ای از سرکار بانو مهری
از آلمان رسیده که چون در خور یکی دو نکته است براتون میخونم. خب در آغازش لطف کردن مطالبی رو درباره من گفتن و بعد او سه کارت فرستادن برای روز پدر که هر سه شم پروانه است و جالب این است که این کارت ها یکیش رو برای آقای حسن شیدا فرستادن. حالا شاید شما کسانی که کتاب روزهای آوارگی رو نخوندن ندونن آقای حسن شیدا کیه، ولی اونهایی که کتاب روزهای آوارگی رو خوندن با نام آقای حسن شیدا آشنا هستن. آقای حسن شیدا دوست بسیار صمیمی من بودن و در دوران 6 ماه آوارگی و بی پناهی و بی هویتی که من در 4-5 کشور سرگردان بودم، 2 تن شب و روز با من بودن. یکی آقای حسن شیدا دوست ارزمندم بود و یکی برادرم نادر انقطاع، دکتر نادر انقطاع که در امریکا بود. و این بانوی گرامی 3 کارت فرستاده برای روز پدر که یکیش مربوط به منه، این دوتاش رو برای آقای شیدا و برادرم نادر فرستاده که میگه درود بر شما آقای شیدا، درود بر آن مادری که به شما شیر داد، شکر میکنم که خدای بزرگ را که چنین دوستی مثل شما به آقای انقطاع داده است. روز پدر را به شما و فرزندان عزیزتان تبریک میگویم. سلامتی خانوادتان را خواهانم. من مهری از آلمان هستم و سر تعظیم در برابر دوستی های شما در حق انقطاع به حد کمال فرود می آورم. یکیش هم برای نادر فرستاده، برادر من، که از ایشون هم تشکر کرد. با سپاس از یکایک که بینندگان ارجمندی که تا هم اکنون وقت خودشون رو به خصوص در اروپا در دیر هنگام به ما دادن، همگی رو به خدا می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش. تا روز سه‌شنبه ساعت 1:30 پس از نیم روز.